سلام به بچه ها رفت تایم، امیدوارم حالتون خوبه خوب باشه. امروز دوتا بیف سنگین از بزرگای رپ فارس واسهتون آوردم که قراره با هم بررسی کنیم. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم، حتما حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. تصمیمی که ما گرفتیم قرار شد هفته یه دونه از این بررسی های بیف های سنگین رپ فارس که داخل آهنگای مختلف ایجاد شده رو با هم بررسی کنیم. اینکه مثلا داخل آهنگ امیر تتلو به نام منسه یه تیکه به یاس انداخته شده که یاس اومده تو آهنگی که بعد از 2 سال منتشر کرده لات یه تیکه بهش اشاره کرده. همه اینا رو جدا کردیم واسهتون و قراره امروز با هم بررسی کنیم. این بررسی رو واسهتون آماده کردیم بچه‌ها. یه دو تا بیف سنگین همونطور که دارید رو صفحه می‌بینید از دو تا مرد بزرگ رپ فارسی که الان امیر تتلو نیست در بینشون و خطاب نمی کنم که مرد بزرگی رپ فارسی به نام امیر تتلو. امیر تتلو با بزرگترین مرد رپ فارسی به نام یاس قرار این بیفاشون رو ما بررسی کنیم، ببینیم کدومشون تیکای مؤدبانه انداختن، کدومشون تیکای بی‌تربیتانه و ضعیف انداختن. پس قرار کلا یه تحلیل کلی داشته باشیم و بگیم آخرش که کدوم ضعیف‌تر بودن و کدوم تو بتل قوی‌تر بودن. برو بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. اینجا این تیکر رو ببینید. دیگه میکروفون دست تو یعنی اتم دست داعش، یعنی تیکه اولی که امیر تتلو انداخت اومده یاس جواب داده میکروفون دست تو یعنی اتم دست داعش. اینجا امیر تتلو برگشت گفت که داعش بچه بازیه، کارش فقط به تو دست رازیه. خب اینجا جواب یاسو درجا داد بعد از آهنگی که داد و خب اول دیدیم که امیر تتلو شروع کرده این بیفی که حالا بین آهنگاشون بوده که همه الان هم ادامه داره. مثلا آهنگ افکیو برید گوش کنید شما. آزادی بیان مد شدم جگردار شدم ببینید این دو تا تیکه رو امیر تتلو انداخت و هیچ جوابی دریافت نکرد. یعنی یاسر کلا به هر کسی بها نمیده بخواد بیاد باش بتل کنه، حالا تیکه هایی داشته باشن. ولی خب بعد از اینجا یعنی این دو تیکه که با هم گوش دادیم اینجا یاسر هیچ فعالیتی نداشته و بعد 2 سال برگشته جواب تتلو داده. نقاشیش هم میکشم قلمو دست من صاف بشین تو پشت بومی، خودمون تو اکیپ کوروش داریم پس نمیندازیم بر بر، ما هر چی که بخوایم میسازیم با آهنگ میسازیم از فخر. این تیکش میگه که ما از موزیک مثل اسب میسازیم از خر. و خب مثلا گفت قلم، مثلا گفت قلم دست من رو پشت بود، میگه آقا ما از خر داریم اسب میسازیم داخل موزیکامون. خب بعد دیگه یاسری جوابی نداده چون الان دیگه حالا فعالیت یاسر نداره. یه آهنگ حالا بیم بود که اصلا اجتماعی سیاسی بود. اینجا تتلو خیلی ادعا میکرد سلطانم سلطانم، مثلا بعد داخل تلگرام خیلی شیطونی میکرد اون موقع تتلو. اینجا یاسر برگشت گفت که من رو سرم علکی تاج ندارم. یه جوری انداخت که هم سلطانم ولی رو سرم علکی تاج ندارم. دوم معنیش اگه بخوایم بگیم اینجوری گفت که آقا من اصلا رو سرم تاج ندارم، ولی دو منظور بهمون رسونیم که آقا من سلطانم ولی خب رو سرم علکی تاج ندارم، یعنی تاجر دارم علکی نیست مثل تو. دمتون گرم، اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما حتما سابسکرایب کنین. اگه از این مدل ویدیو دوست داری واسه ویدیو بعدی که میخوام آماده کنم دو تا رپر بزرگ واسم بنویس و برم آهنگاشون تیکاشون درم و بیام با هم بررسی کنیم. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو بفرستید واسه دوستانتون. دوستتون دارم، با امید دیدار.